به تلویزیون پارس به برنامه بامداد آدینه و به برنامه ویژه نوروز. بسیار بسیار خوش آمدید، خیلی متشکر از شما. میدونم که درس و مشق رو رها کردید و آمدید که با خانواده بزرگترتون یعنی ملت ایران باشید. ما هم به شما واقعا میبالیم به خاطر اینکه میدونیم با این سن و سالی که دارید چقدر زحمت کشیدید و واقعا تبریک میگیم به پدر و مادر و به استادتون که چنین هنرمندان خوبی رو برای ما آماده کرد. به هر حال آقای نیما، شما اول خدمت شما سلام میکنیم، خیلی لطف کردید تشریف آوردید. خواهش میکنم. درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس و سال همگی مبارک. نوای نازنین شما سلام بر بینندگان عزیز و سال نو همتون مبارک. به به، خب حالا که شما گفتید حتما هم مبارک خواهد بود چون این صمیمیت رو که در صدای شما هست حتما خواهد اینطور خواهد بود. نیما جان از شما شروع میکنم، شما الان چند سالتونه؟ من 14 سالمه. و از کی شروع کردید به نواختن ویولون؟ من از تقریبا 2008 شروع کردم ویولون زدن. به به، و خب کی مشوق شما بود؟ کی بهتون گفت که اصلا چطوری فهمیدید که شما به این ساز علاقه‌مند هستید؟ چون میدونید که ساز رو معمولا باید با آدم سازگار باشه و شما به این نتیجه رسیدید در اون سن، یعنی اینجوری که شما میگید یعنی اون موقع حدود 6-7 سالتون بوده و دیدید که دوست دارید ویولون بزنید. چی شد؟ من از کوچیکی همیشه به موسیقی اصیل گوش میکردم، به این دلیل که مادر پدرم خیلی علاقه من بودن به این موسیقی و شب با این موسیقی میخوابیدم مثل گلها، تکنوازان، و صبح هم با این موسیقی بیدار میشدم و این باعث شد که یه علاقه خاصی به موسیقی سنتی بیاورم و مخصوصا ویولون که صدای ویولون رو بیشتر دوست داشتم. بله. آفرین باشو. و این رو با پدر گفتید که شما علاقه من هستید به موسیقی؟ بله بله، برای همین رفتم یا پدر به شما گفت؟ نه، من به پدر گفتم. آفرین. رسید به التماس. گفتید که دوست دارید که من میخوام ساز بزنم. بله بله، اول اینجوری که شروع شد که بابام فکر کردن که هنوز جوونم که شروع کنم، گفتن صبر کن 2-3 سال دیگه التماس کردم التماس کردم تا بالاخره منو بردن کلاس. چقدر خوب. خب الان یعنی از آغاز پیش آقای نژاد رفتید؟ بله بله. از روز اول؟ از اول با استاد نژاد. و اونجا استاد در تهیه ویولون هم به شما حتما کمک کردن، گفتن چه ویولونی بگیرید چه کار بکنید؟ بله بله، استاد، حالا اینم جا هست که به استاد صبور و مهربانم تشکر کنم. بله، برای همه چی که کردن، که بتونم همه زحمتی که کشیدن براتون. بله، پس اینطوری شد که رفتید و ویولون رو گرفتید و رفتید و شروع کردید و اون این نواهایی رو که امروز میزنید، این نغمه هایی رو که میزنید، اینا توی مغزتون هست دیگه، به قولتون اینا رو دارید در خاطر بارها و بارها توی و بارها. خب بعد شما نوا خانم، شما کی فهمیدید که خوب میخونید؟ من وقتی برادرم شروع کردن یواش یواش ویولون زدن، منم شروع کردم به آهنگای مثلا مرضیه و پریسا و الهی شروع کردم گوش کردن و خیلی زود علاقه من شدن. آها، خب یعنی اولی که شروع کردن که تمریناشون اذیتت نمی کرد؟ نه نه، خیلی دوست داشت. دوست داشتی سه. بله. چقدر خوب. و اون وقت شما هم رفتیم پیش استاد گفتیم من میخوام بخونم؟ بله، حالا بیشترشم تو خونه با مادرم و پدرم کار کردم تا بتونم بخونم. از پدر و مادر کدوم صداشون بهتره؟ نمیشه بابام. بابا. بله، ولی مامانم هم خیلی کمکم کرد که چیزاشو بفهمم. من اینطوری که شنیدم شما هم سازم تمرین میکنید؟ بله، شروع کردم تار زدن. آفرین بر شما. و چند سال هست حالا؟ از همون زمان، یعنی شما هم اون موقع که خیلی کوچولو بودین دیگه؟ بله بله. ولی آهنگ های
خانم مرزیه و خانم الهه و پریسا و خانم پوران و من شنیدم که بله همه رو زیبا میخونید. به هر حال خیلی خوشحال هستیم که شما رو میبینیم که اینقدر علاقمند هستید و به موسیقی ایرانی، چون بچه ها اینجا بیشتر به موسیقی غربی گوش میدن. موسیقی اینجا شما مثلا مدرسه که میرید همه آهنگا اونا آهنگای انگلیسی میخونن، شما برایشون فارسی میخونه. خب شما نیما جان غیر از ویولون سازهای دیگر هم امتحان کردی ببینی چی؟ بله، همه جور سازهای مختلف تمرین کردم، شروع کردم زدن. به این دلیل است که استادم همه سازها رو دارن میزنن، برای همین منم کنجکاو شدم ببینم چی جوریه که این همه سازها رو میتونن بزنن. منم شروع کردم رفتم سراغ سازهایی مثل عود، سنتور، تار، کمانچه. بله، استاد شما 20 تا ساز میزنن، دلیلش هم عشقه. میدونید ایشون عاشق موسیقی هست و به همین دلیل، و خوشحال هستم که این عشق رو شما از هم از طرف خانواده و هم از طرف استاد به شما منتقل شده، چون با این عشق زندگی خیلی خوبی خواهید داشت. شما هم دوست دارید که هر روز آهنگای بیشتری یاد بگیرید و بخونید و... بله خیلی. خب امشب، یعنی امروز که آمدید اینجا و میخواید برای هموطنهای عزیزمون بخونید، تو چه دستگاهایی قرار هست که بخونید و بزنید؟ ما در دستگاه مایه مخالف سگا، ابو عطا، بعد دستگاه نوا، بعد بیات زن ترک، یا بیات ترک هم میزنیم. بسیار عالی. و شما هم توی اینا میخونیم؟ بله آهنگ های مختلف. آفرین بر شما. به هر حال خیلی خیلی خوش آمدید به تلویزیون پارس، به برنامه بامداد آدینه. خوش آمدید به لس آنجلس، چون شما برای این سفر، میدونید دوستان عزیز، خدمتون گفتم از شمال کالیفرنیا تشریف آوردن، خسته هستن، ساعتها اینجا بودن که تا برسن به اینجا آماده بشن، و ما قبل از اینکه بیان به تلویزیون یک خستگی دیگر هم بر خستگیهاشون افزودیم و ایشون رو بردیم به رادیو جوانان، اونجا هم مصاحبه داشتن، در مجله جوانان مصاحبه کردن، چون خیلی کم اتفاق میفته که هنرمندان این چنینی مهمان برنامه ما باشن. ما این شوق و ذوق رو از ما رو ببخشید که این شوق و ذوق ما باعث خستگی شما شده، ولی یادتون باشه که ما خوشحال شدیم که شما اینقدر علاقمند به موسیقی هستید، و امیدواریم که هر روز، هر سال، من آرزو میکنم هر سال نوروز رو با شما عزیزان اینجا برنامه رو آغاز بکنیم، مثل امسال تا سالهای دیگر، و هر روز هموطنهای عزیزمون در ایران ببینن که شما این همه دور از اون مملکت چقدر اونجا رو دوست دارید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. مرسی.